آیا تا به حال جمله برادر بزرگ شما را میبیند را شنیده اید؟ جهان ما اسرارآمیزتر از آن است که بشر را قادر به کشف و حل اسرار آن باشد. بشری که سالیان دراز را از حل راز حتی این یکی عاجز است. و یا ممکن است در پس این اسرار، اسرار دیگری نهفته باشد؟ آیا تا به حال متوجه شده اید که در بسیاری از نمادها و لوگوهای کمپانی‌های بزرگ دنیا علامت‌های مخفی وجود دارد و چرا تقریباً بیشتر آنها اشاره به یک موضوع بخصوصی دارند؟ در این ویدیو با نگاهی عمیق در پی کشف این اسرار خواهیم بود. در ابتدا کار ما را با بررسی چند لوگو آغاز می‌کنیم. اجازه دهید تا یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های انرژیزای دنیا را به شما معرفی کنم. نام این نوشیدنی انرژیزا هیولا است. صحبت ما به خاطر نام این نوشیدنی نیست، هرچند که هیولا یعنی این. 1, 2, 3, 4, 5 و 6 و حالا اجازه دهید تا این اعداد را به عبری بنویسیم. 1, 2, 3, 4, 5 و 6. حالا 3 تا 6 کنار هم میگذاریم. لوگوی کافی شاپ زنجیره استارباکس را میبینید. این کافی شاپ به ظاهر به دنبال نمادی بود تا میراث دریایی سیاتل باشد. پری دریایی را میبینید که دمهای دوقلوی خود را در دستانش نگه داشته است. و این دقیقا همان چیزی است که بنیانگذارانش به دنبال او بودند. رمز و راز اغوا کننده ای که مخلوط با یک موضوع دریایی است. خب اجازه دهید تا این لوگو را بچرخانیم. به نظر می رسد که شرابسازی فرانسوی متعلق به بارونس دراچل در داخل آرم خود رازی را پنهان کرده است. خانواده راچل غالباً به عنوان سرپرستی 13 خط خونی نسل ایلومیناتی در نظر گرفته می شوند. رویال آرچ یا طاق سلطنتی درجه 7 برای ماسون‌های استاد است که تصمیم به پیوستن به سطح بالاتر ماسونری یعنی یورک رایت را گرفتند. در این عکس ماسون‌های رویال آرچ را می بینید که یک پیشبند به همراه دارند. آیا این پیشبند برای شما آشنا نیست؟ بله، درست حد زدید. این لوگوی جیمیل است. هرم بزرگ، هرم کوچک و این هم هرم کوچکتر و این هم آبلیسک و این هم تعداد هرم ها. بیشک سالیان سال از دستگاه DVD برای تماشای فیلم استفاده کرده اید. اما آیا تا به حال به لوگوی آن دقت کرده اید؟ این همان لوگوی DVD است و ظاهراً هیچ مشکلی ندارد. اما اگر آن را وارونه کنیم، یک چشم جهانبین که بر روی یک هرم شناور است نمایان می شود. آیا تا به حال در رستوران‌های زنجیره تاکو غذا خورده اید؟ جدا از طعم غذای این رستوران ما به لوگوی آن کار داریم. شما در این لوگو چه میبینید؟ اجازه دهید تا با هم ببینیم. در لبه داخلی عدد 6 است. در لبه میانی 1 6 دیگر داریم و در لبه بیرونی 6 3 قرار دارد. حالا این 3 تا 6 را در کنار هم قرار دهید. ادوبریدر معمولا برای مشاهده چاپ و حاشیه نویسی اسناد PDF استفاده می شود. بیشک با لوگوی ادوبریدر آشنا هستید. چه چیزی در این لوگو میبینید؟ بله، 3 عدد 6. پوستر فیلم سکوت بره ها محصول سال 1991 شخصیت اصلی فیلم یعنی جودی فاستر را در حالی که به نظر می رسد یک پروانه دهانش را پوشانده است نشان می دهد. بر روی گردن پروانه گویی جمجمه ای قرار دارد.
هنگام بررسی پروانه از نزدیک می توانیم ببینیم که جمجمه از 7 زن برهنه تشکیل شده است. در واقع این عکس در سال 1951 توسط سالوادور دالی گرفته شده است. اما آنچه که این عکس را به موضوع ما ربط می دهد عکاس این عکس است، یعنی سالوادور دالی. در تصویر لوگوی فاکس نیوز را می بینید. آیا شما چیزی پنهان در این لوگو می بینید؟ اجازه دهید تا بررسی کنیم. به نظر شما این لوگو چیزی کم ندارد؟ چرا؟ ما این پازل را کامل می کنیم. همانطور که دیدید این نمادها به هرم، چشم جهانبین و بیشتر آنها به عدد 666 اشاره دارند. اگر معنی این عدد را نمی دانید، ظاهراً عدد 666 از نظر ریاضیات اهمیت چندانی ندارد. اما گویا این عدد نماد شر و شیطان است. اما چرا؟ تنها دلیل شیطانی بودن این عدد اشاره به آن در کتاب مقدس مسیحیان است. یعنی ریشه این عدد را در انجیل، کتاب مکاشفه، جایی که به ظاهر کتاب از یک دید آخرالزمانی به 666 اشاره می کند می توان یافت. اما آیا تمام اسرار این عدد همین بود که شماره شیطان است؟ جواب این سوال را کجا می توان یافت؟ در کارتون یاپی داک ساخته کمپانی وال دیزنی، اسکروچ به چشم پزشکی مراجعه کرده. در گوشه از مطب جدول کلمات چشم پزشکی آویزان است. اما در واقع پیامی در این جدول نهفته است. در ابتدا نوشته شده است که درباره ایلومیناتی سوال کنید. و بعد از چند لحظه به از ایلومیناتی سوال کنید تغییر می کند. خب این جدول به ما می گوید که از ایلومیناتی سوال کنید. اما شاید بهتر باشه تا ما به جای پرسیدن سوالمان از آنها، خودمان درباره آنها تحقیق کنیم. کلمه ایلومیناتی جمع ایلومیشن یا ایلومیتوس است که به معنای روشنایی یا روشنگری می باشد. در واقع ایلومیناتی به افرادی که ادعا می کنند درک خاصی دارند و یا از دانش خاصی برخوردار هستند گفته می شود. توجه کنید، درک خاص و دانش خاص. در ابتدا باید دانست که ایلومیناتی اعضای خود مخصوصا از اروپا را از طریق لوژهای فراماسونری انتخاب می کند و اکثر نمادهای این دو یکی است. خب بیشک با نماد این افراد خاص آشنا هستید. بله، تک چشم که داخل یک مثلث یا یک هرم قرار دارد و در برخی موارد در میان یک دایره ظاهر می شود. شاید معروف ترین این نماد را در یک دلاری امریکا یا پول اوکراین دیده باشی. به ظاهر که این نماد هیچ ربطی به روشن فکری یا روشنگری ندارد. این نماد که چشم جهانبین نام دارد از نظر برخی ها چشم شیطان است که دنیا را تحت سلطه خود قرار داده است. و یا اینکه این بدان معنا است که در روز آخر شیطان ظهور خواهد کرد و او یک چشم دارد. اما اجازه دهید کمی منطقی تر موضوع را دنبال کنیم. به عقب برمیگردیم. بیشک تا به حال این نماد را بارها در کتیبه ها و نقش دیوارهای باقی مانده از باستانیان دیده اید. بعدما شنیده اید که بارها ذکر شده که اسراری چون داستان خلقت انسان، تکامل انسان و از این قبیل در پس آنها نهفته است. البته امروز همین نماد را در جاهایی چون بر روی عصای ایشان یا در اینجا میتوان یافت. این نماد چیزی نیست جز سنوبر. حالا به این گفته توجه کنید. آلبرت مکی چنین میگوید: ماسونری در معنای کامل آن روند باز شدن چشم است. در مغز انسان قده کوچکی به نام قده سنوبری وجود دارد که همان چشم مقدس مردم باستان و چشم سوم است.
اما این قده صنوبری چیست؟ به گفته دانشمندان، توده بافتی مخروطی شکل کوچکی متشکل از سلول‌های پینال و بینابینی است که در عمق مغز انسان قرار دارد. و اما نامگذاری این قده به این نام به خاطر شکل ظاهری او است که دقیقاً شبیه صنوبر می‌باشد. به این قده چشم سوم هم گفته می شود و جالب اینجاست که علم با این همه امکانات و تکنولوژی کارکرد دقیق این قده را هنوز مشخص نکرده است. اما دانشمندان زیادی چون رنه دکارت معتقدند که قده صنوبری صندلی اصلی روح است. خب با این کشف علمی گفته آلبرت مکی اعتبار پیدا می کند. اما چرا این قده یا چشم سوم برای فراماسونرها دارای اهمیت است؟ نویسندگان و نقاشان معروف معاصر چشم سوم و قده صنوبری را چیزی بیش از راز گمشده فراماسونری نمی دانند. دکتر جورج واشنگتن کری در کتاب خود به نام عجایب بدن انسان چنین می نویسد: چشم جهان بین، این چشم فراماسونری است، همان چشم سوم. همانطور که دیدید چشم سوم درست در مقابل دید همگان ولی پنهان از دید بوده است. به دو دلیل مهم، اول اینکه بهترین مکان برای دور نگه داشتن چیزی از دید دیگران عمل معکوس به آن است و دوم اینکه چشم جهان بین را به اشتباه معنی کردن. یعنی تا زمانی که فکر کنید این یعنی این یا حتی بین، هرگز به معنی واقعی آن پی نخواهید برد. نویسنده معروف امریکایی مارک توین در نوشته‌ای در سال 1899 چنین گفته است که چشم جهانبین نماد خدایی آسمانی یا مرد پیری بر فراز پلکان نیست، بلکه استعدادی است که هر انسانی میتواند از آن بهره‌ور شود. چشم سر تنها بیرون اشیا را میبیند و بر همان اساس قضاوت میکند، اما چشم جهانبین یا همان چشم سوم به درون نفوذ میکند و قلب و روح را میبیند. اینجا یک سوال مطرح است: آیا قده صنوبری به عمد نادیده گرفته شده است تا توده مردم از قدرت آن محروم بمانند؟ به این گفته افلاطون توجه کنید. در هر فردی یک چشم روح وجود دارد که بیش از هزاران چشم فیزیکی برای دیدن حقیقت ارزش دارد. چشم روح به تنهایی برای احیا کردن هماهنگ شده است و توسط قوانین ریاضی نظم داده می شود. این گفته افلاطون من را به یاد گفته های نیکولا تسلا انداخت. به گفته او، اگر ارزش جادویی اعداد 3، 6 و 9 را بدانید، کلید به تمام جهان را خواهید داشت. خب، به گمانم این موضوع اعداد را باید با دقت بیشتری بررسی کنیم. در قسمت دوم این ویدیو، علاوه بر بررسی دقیق اعداد که شما را متحیر خواهد کرد، اسراری شوکه کننده را نیز سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.